إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. علم قیامت به سوی او باز میگردد. هیچ یک از میوه ها از غلاف شگوفه خیش بیرون نمی آید و هیچ ماده چی انسان و چی حیوان باردار نمی شود و نه هم بار شکم خیش را به زمین می گذارد مگر به اساس علم او. و روزی که خداوند به ایشان خطاب کرده بگوید کجایند شریفان من؟ میگویند به تو گفته بودیم که هیچ یک از ما هرگز گواه حقانیت چیزهایی که آن را به تو شریک می آوردیم نیستیم. وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. چیزهایی که از پیش نیایش می کردند از نزد ایشان گم می شود و در می آبند که برایشان پناگاهی نیست. لا يسأم الانسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. انسان از دعای خیر مانده نمی شود و چون به او زیانی برسد به یک بارگی خود را می بازد و ناامید و دل شکسته می شود. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. ولی چون به او مرحمتی از جانب خیش بچشانیم بعد از آن که سختی و مشکلاتی دیده باشد میگوید این از روی استحقاق من است و گمان نمی کنم که قیامت برپا شود و اگر به سوی پروردگار خود بازگردانیده شوم هم به یقین برای من نزد او عاقبت نیکوست. چنان نیست که کافران میپندارند بلکه در این حال کافران را به اعمالی که مرتکب میشوند آگاه میگردانید بیگمان به ایشان عذاب خشونت اندودی را میچشند. و اذا انعمنا علی الانسان اعرض و و چون به انسان نعمتی ارزانی کنیم از حق رو می گرداند و پهلو توهی می کند ولی چون به گیب او می رسد به دعای دور و درازی می پردازد. قل ارأیتم این کان من عند الله ثم کفرتم به من اضل من من هو في شقاق بعيد. بگو ببینید اگر این پیام از جانب خدا باشد که هست و باز از آن انکار ورزید پس کیست گمراه تر از کسی که با حق در مخالفت شدیدی بسر میبرد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. بزودی به ایشان نشانه های خود را در آفاق یعنی اطراف و اکناف جهان هستی و نیز در وجود و هستی خودشان نشان می دهیم تا برای ایشان روشن شود که این پیام حق است. آیا این خود برای پروردگار تو بسنده نیست که او بر هر چیز گواه است؟ الا انهم فی مریت من لقا الا انه
بكل شيء محيط. آگاه باش، واقعا ایشان از دیدار پروردگار خود در شک. آگاه باشید، بیگمان خدا به هر چیز احاطه دارد. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. حلیم قبلك الله العزيز الحكيم. حميم عين سين قاف. این چنین به سوی تو و به سوی کسانی پیش از تو خداوند صاحب قدرت منی و با حکمت وحی می فرستد. له ما في السماوات وما في الارض وهو العلي العظيم. آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است از آن اوست و او بلند مرتبه و بزرگ است. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهم والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض الا ان الله هو الغفور الرحیم. نزدیک است آسمان ها از بالایشان متلاشی شوند و فرشتگان پروردگار خود را تسبیح گویند و برای همه موجودات روی زمین آمرزش می خواهند. آگاه باش که خداوند هم اوست آمرزنده و بسیار مهربان. والذین اتخذوا من دونه اولیاء الله حفیظ علیهم و ما انت علیهم بوکیل. و کسانی که جز او موجودات دیگری را دوست می گیرند خداوند بر ایشان مراقب می باشد و تو بر ایشان سرپرست نیستی. و كذلك اوحینا الیک قرآنا عربیا لتنذر القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. و به این ترتیب به سوی تو قرآن عربی را وحی کردیم تا مردم شهر مکه و پیرامون آن را بیم دهی و ایشان را از روز قیامت که در آن شکی نیست بیم دهی، از روزی که گروه بهشت اندرند و گروه هم در آتش سوزان. ولو شاء الله لجعلهم امتا واحدتا والظالمون ما لهم من ولی ولا نصیر. اگر خداوند میخواست همه ایشان را امت واحد میگردانید، اما کسانی را که بخواهد شامل مرحمت خیش میسازد و ستمگاران نه برای ایشان کارسازیست و نه هم مددگاری. ام اتخذوا من دونه اولیاء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. آیا ایشان غیر از خدا برای خود کارسازی گرفتند؟ در حالی که خدا هم اوست کارساز و اوست که مردگان را زنده می کند و اوست که بر همه چیز قدرت دارد. و ما اختلفتم فیه من شیء فحکمه الى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت واليه انيب. در هر امری که در آن اختلاف می‌ورزی پس حکم آن به خدا تفویض می‌شود. این است خداوند پروردگار من، بر او توکل کردم و به سوی او رجوع کردم. فاطر السماوات والارض
جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. آفریننده آسمان ها و زمین است، برای شما از خود شما جفت های گردنی و نیز از چارپایان جفت های را قرار داد و بدین وسیله شما را پراگنده ساخت. هیچ چیز شبیه و همانند او نیست و اوست شنوا و بینا. له مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. کلیدهای آسمان ها و زمین از آن اوست، روزی را به هر کسی که بخواهد گشاده یا تنگ می سازد. حقاک او به هر چیز داراست. شرع لكم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. برای شما اعزائین همان چیزی را مشروع ساخت که نوح را به آن سفارش کرده بود و همان چیزی را که به تو وحی کردیم و آنچه را که به ابراهیم، موسی و عیسی سفارش کردیم که دین را برپا دارید و در آن اختلاف نورزید. بر مشرکان این امری که به سوی آن ایشان را دعوت می کنی گران تمام می شود. خداوند هر کی را بخواهد به سوی خود بر می گزیند و هر کی را که به وی رجوع کند رهیاف می گرداند. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. و اختلاف نکردند مگر بعد از آن که به ایشان علم حاصل شد، آن هم از روی حسادتی که در میان خیش داشتند. و اگر حکمی نمی بود که از طرف پروردگاری تو از پیش صادر شده بود، ممنی بر این که تا زمان معین به ایشان مهلت داده شود، یقینا در میان ایشان فیصله می شود و بیگمان کسانی که کتاب را بعد از ایشان میراث گرفته اند در مورد آن در شک تردید اندودی می باشند. فلذلك فدع واستقم كما امر ولا تتبع اهواءهم وقل آمنت بما انزل الله من كتاب وامرت لاعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا اعمالنا ولكم اعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. و از این رو ایشان را به دین اسلام فراخوان، با همان گونه ای که مأمور شدی استقامت کن و از هوا و هوسهای ایشان پیروی مکن، بلکه بگو به هر کتابی که خداوند نازل کرده ایمان دارم و مأمور شده ام تا در میان شما عدالت ورزم. خداوند پروردگار ما و پروردگار شماست، برای ما اعمال ماست و برای شما اعمال شما، یعنی هر کدام ما و شما از نتیجه اعمال خیش برخوردار می شویم. در میان ما و شما حجت مورد نیاز نیست، خداوند بین ما جمع می کند و به سوی اوست بازگشت. والذین یحاجون فی الله من بعد ما استجیب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شدید.
کسانی که در مورد خدا بعد از آن که دعوت او اجابت شده است مجادله می کنند، دلایل آنها نزد پروردگارشان باطل و بی اساس است، مورد خشم خدا واقع می شوند و برایشان عذاب شدید است. الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعه قريب. خداست که کتاب را به حق نازل کرد و نیز ترازو را، و چی خبر داری شاید قیامت نزدیک باشد. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. کسانی با شتاب به جستجوی آمدن قیامت می شوند که به آن ایمان ندارند، ولی کسانی که به آن ایمان دارند از آن می ترسند و می دانند که آن حق است. آگاه باش، آنانی که در مورد قیامت مجادله می کنند بی نهایت گمراه هستند. الله لطیف بعباده یرزق من یشاء و هو القوی العزیز. خداوند بر بندگان خود لطف کار است و به هر که خواهد روزی می دهد و او توانا و صاحب قدرت منیع است. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. برای هر کسی که کشت آخرت را بخواهد برای او در کشت او می افزاییم، و برای هر کسی که کشت این دنیا را بخواهد از آن برایش می دهیم، ولی در آخرت نصیب ندارد. ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به الله ولولا کلمة الفصل لقضی بینهم وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. آیا برای ایشان شریکانیست، یعنی به خدا کسانی را شریک می آورند که از دین برایشان چیزی را مشروع می گردانند که خداوند به آن اجازه نداده است، و اگر حکم قاطع مبنی بر مهلت یافتن این کافران نمی بود حتما در میانشان حکم صادر می شد. بیگمان برای ستمگاران عذابی دردناکیست. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. ستمگاران را به اساس اعمالی که مرتکب شده اند در حراس می‌بینی، و این مجازات به ایشان واقع شده نیست، ولی آنانی که ایمان آوردند و اعمالی نیکو انجام دادند در باغهای بهشتند، به ایشان از نزد پروردگارشان هر چیزی که بخواهند میسر است. این از همان فضلی بزرگ. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. و این است همان چیزی که خداوند آن بندگانش را که ایمان آوردند و اعمال نیکو انجام دادند مژده می دهد. بگو من برای این رسالت خیش از شما جز دوستی و وابستگان مزدی نمی طلبم. اگر کسی نیکی ورزد ما در آن برای او به نیکی می افزاییم. حقا که خداوند آمرزنده و پاداش دهنده است. أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشَئِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ
ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. آیا می گویند پیامبر بر خداوند به دروغ افترایی کرده است؟ اگر خداوند بخواهد بر دل تو مهر می نهد. خداوند به وسیله وحی کلمات خیش باطل را نابود می کند و حق را ثبات می بخشد. حقا که وحی به نهان خانه سینه ها داناست. و هو الذی یقبل التوبه عن عباده و یعفو عن السیئات و یعلم ما تفعلون. و اوست که توبه را از بندگانش می پذیرد و از گناهان در می گذرد و آنچه را انجام می دهید می داند. و یستجیب الذین آمنوا و عملوا الصالحات و یزیدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. دعای مؤمنان نیکو را اجابت می کند و از فضل خیش با آنها زیاد می کند و کافران برای ایشان عذاب شدید است. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء اِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ. اگر خداوند روزی را برای بندگان خود فراخ می کرد البته در زمین سرکشی می کردن، ولیکن خداوند به اندازه‌ای که بخواهد روزی هر کس را نازل می گرداند، حتی که او به حال بندگان خود آگاه و بیناست. و هو الذی ینزل الغیث من بعد ما قنطوا و ینشر رحمته و هو الولی الحمید. اوست که باران را بعد از این که بندگان او ناامید شدند نازل می کند و مرحمت خود را به همه جا پراگنده می سازد و اوست که ساز و ستوده. و من آیاته خلق السماوات والارض و ما بث فیهما من دابه و هو علی جمعهم اذا یشاء قدیر. و از نشانه های او آفرینش آسمان ها و زمین است و نیز آنچه از جنبندگان در آنها پراگنده ساخته است و هنگامی که بخواهد می تواند همه آنها را گرد آورد. و ما اصابتم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. هر مصیبتی که با شما برسد از سبب اعمال است که خود انجام داده اید و خداوند از بسیاری گناهان می گذرد. و ما انتم بمعجزین فی الارض و ما لکم من دون الله ولی ولا نصیر. شما هرگز در زمین اراده خدا را عاجز ساخته نمی توانید و نمی توانید از سرنوشت خیش فرار کنید و شما را جز خدا کارساز و مددگاری نیست. و من آیاته الجوار فی البحر کالاعلام. و از نشانه های او کشتی های است چون کوها که در دریا حرکت دارند. این یشأ یسکن الریح فیظللن رواکد علی ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. اگر خواهد باد را استاده می کند، یعنی از جیریان باز می دارد، پس مردمی که بر کشتی سوارند روی آب باقی می مانند. بگمان در اینها برای هر صبر کننده شکر گذاری نشانه هاییست. او بقهن بما کسبو و یعفو عن کثیر. یا آنها را به سبب آنچه کردند هلاک می کند و از بسیاری از گناهان در می گذرد. و یعلم الذین یجادلون فی آیاتنا ما لهم من محیص. تا
آنانی که در مورد آیات ما مجادله می کنند بدانند که برایشان راه و چاره ای نیست. فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا و ما عند الله خیر و ابقا للذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. به شما از چیزی که داده شده صرف متاع زندگی دنیاست و آنچه در نزد خداست بهتر و ماندگارتر است برای کسانی که ایمان آورده اند و بر پروردگار خود توکل می‌ورزند. والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش و اذا ما غضبوا هم یغفرون. و آنانی که از گناهان کبیره و فحشا اجتناب می‌ورزند در هنگامی که خشمگین می‌شوند از لغزش دیگران در می‌گذرند. و الذین استجابوا لربهم و اقاموا الصلاة و امرهم شورا بینهم و مما رزقناهم ینفقون. و آنانی که امر پروردگارشان را اجابت کرده اند و نماز را به تمام و کمال ادا می کنند و کارشان در میانشان به اساس مشوره است و از آنچه روزیشان گردانیدیم در راه های خیر خرچ می کنند. والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون. آنانی که چون بر ایشان تعدی شود بر آن غلبه حاصل می کنند. و جزاء سیئة سیئة مثلها فمن عفا و اصلح فأجره على الله انه لا يحب الظالمین. و سزای بدی بدی است مثل آن، اما اگر کسی عفو کند و اصلاح نماید پس مزد او بر خداست، بیگمان خداوند ستمگاران را دوست ندارد. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئک ما علیهم من سبیل. کسانی که بعد از مظلوم شدن غالب گردیدند بر ملامتی ایشان هیچ راهی نیست. انما السبیل علی الذین یظلمون الناس و یبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لهم عذاب الیم. واقعا ملامتی بر کسانی است که بر مردم ستم و در زمین به ناحق سرکشی می کنند، اینهایند که برای ایشان عذابی دردناک است. ولمن صبر و غفر این ذلك لمن عزم الامور. و برای کسی که صبر کند و عفو نماید بیگمان این رویه از امور شایسته و استوار است. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. هر کی را خداوند گمراه کند بعد از این برای او کارسازی نیست و ستمگاران چون عذاب را ببینند میبینی که میگویند آیا راهی به بازگشت هست؟ و تراهم یعرضون علیها خاشعین من الذل ینظرون من طرف خفی و قال الذین آمنوا ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم و اهلیهم یوم القیامة الا الظالمین فی عذاب مقیم. و ایشان را میبینی که به عذاب پیش کرده میشوند در حالی که از خواری بسیار فروتن میباشند و با نگاه دزدیده میبینند. مؤمنان گفتند بیگمان زیانکاران کسانی اند که هم خود و هم خانواده خیش را در روز رستاخیز زیانمند ساختند. آگاه باش که واقعا ستمگاران در عذاب همیشگی اند.
و ما كان لهم من اولیاء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل. برای ایشان کارسازی نیست که ایشان را کمک کند جز خداوند، و هر کی را خداوند گمراه سازد پس برای او راهی برای نجات وجود ندارد. استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من الله ما لکم من ملجأ یومئذ و ما لکم من نکیر. امر پروردگار خود را اجابت کنید پیش از این که روزی فرا رسد که برای آن از عذاب خداوند بازگشتی نباشد. در آن روز نه پناهگاهی دارید و نه هم انکاری کردنی توانید. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. پس اگر روی برتابند ما تو را به حیث نگهبانشان نفرستادیم، بر تو جز رساندن پیام نیست، چون انسان را از جانب خیش از مرحمت میچشانیم مباهات میکند. اما اگر با او در اثر اعمالی که خود انجام داده مصیبتی برسد، بیگمان انسان به ناسپاسی می پردازد. لله ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکور. پادشاهی آسمان‌ها و زمین از آن خداست، هر چی را بخواهد می آفریند، به هر که بخواهد دختر می بخشد و به هر که بخواهد پسر می بخشد. او یزوجهم ذکرانا و اناثا و یجعل من یشاء عقیما انه علیم قدیر. یا به ایشان به گونه جوره دختر و پسر می بخشد و هر که را بخواهد عقیم می گرداند، حقا که او دانا و تواناست. و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی بإذنه ما یشاء انه علی حکیم. برای هیچ بشری توان آن نیست که خدا با او سخن بگوید جز از طریق الهام یا از ورای پرده، یا پیام آوری را بفرستد که با اجازه وی هرچی را بخواهد وحی کند. بیگمان او برتر و با حکمت است. و كذلك اوحینا الیک روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. و بدین ترتیب روح یعنی قرآن را از امر خیش به تو وحی کردیم، در آن وقتی که هنوز نمی دانستی که کتاب چیست و ایمان چی می باشد، مگر قرآن را همچون نوری گردانیدیم که هر که را از بندگان خود بخواهیم به وسیله آن ره یافت می سازیم، و حقا که تو برای راست هدایت می کنی. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور.
راه خدایی که هر آنچه در آسمان ها و در زمین است از آن اوست. آگاه باش که همه امور به خداوند باز می‌گردد. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. حم و الکتاب المبین. حمیم و قسم به این کتاب واضح. اینا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون. این را قرآن عربی گردانیدیم تا به مطالب آن پی ببرید. و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. بدون شک این کتاب در ام الکتاب یعنی لوح محفوظ نزد ما بلند پایه و سرشار از حکمت است. افنضرب عنكم الذكر صفحا ان كنتم قوما مسرفين. آیا به خاطر اینکه قوم اسرافکارید از شما پند یعنی قرآن را به کنار زنیم؟ و کم ارسلنا من نبی فی الاولین. ای بسا از پیامبران را که در پیشینیان فرستادیم. و ما یأتیهم من نبی الا کانوا به یستهزئون. به ایشان هیچ پیامبری نیامد مگر اینکه او را استهزا می کردند. فأهلكنا اشد منهم بطشا و مضى مثل الاولین. پس آنهایی را که از این مردم قریش در قوت خود سخت‌تر بودند هلاک کردیم و داستان عجیب پیشینیان گذشته است. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. و اگر از آنها بپرسی چی کسی آسمانها و زمین را آفرید؟ یقینا میگویند خداوند صاحب قدرت منی و دانا آنها را آفریده است. الذي جعل لكم الارض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. ذاتی که زمین را برای شما فرش گردانید و در آن برای شما راههای ساخت تا باشد که رهیاب شوید. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. و آن که از آسمان باران را به مقدار معین فرو ریخت و با آن زمین مرده را زندگی بخشیدیم، شما نیز به همین منوال در قیامت برانگیخته میشید. والذی خلق الازواج كلها وجعل لكم من الفلک والانعام ما تركبون. ذاتی که همه اشیا را جوره ها آفریده و برای شما از کشتی ها و چارپایان چیزهای را که بر آن سوار می شوید ساخت. لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. تا بر پشت آن آرام گیرید، سپس چون بر آن آرام گرفتید نعمت پروردگار خیش را به یاد آورید و بگویید پاک است آن که برای استفاده ما این مرکوب را رام ساخت و ما خود به تسخیر آن دسترسی نداشتیم. و انا الی ربنا لمنقلبون. و ما بیگمان به پروردگار خود بازگشتنی هستیم. و جعلوا له من عباده جزءا ان الانسان لكفور مبین. اینها
اینها در برابر این نعمتها برای خدا از بندگانش جزئی قرار دادند. واقعا که انسان به گونه آشکاری ناسپاس است. ام اتخذ مما یخلق بنات و اصفاق بالبنین، آیا او از آنچه می آفریند دختران را گرفت و شما را به داشتن پسران برگزید؟ و اذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم، در حالی که اگر به یکی از ایشان همون چیزی مژده داده شود که برای خداوند رحمان مثال زده شده است، رنگش سیاه و چهرهش غضب آلود می گردد. او من ینشأ فی الحلیت و هو فی الخصام غیر مبین، آیا کسی را که در زیور پرورده می شود و در جنگ ها حضور نمی آبد به فرزند خدا نسبت می دهید؟ و جعل الملائکت الذین هم عباد الرحمن اناثا اشهدوا خلقهم ستکتب شهادتهم و یسألون، و فرشتگان را که بندگان خداوند هستند زن وانمود می سازند، آیا آفرینش آنها را مشاهده کردند؟ یعنی در هنگام آفرینش آنها حاضر بودند؟ این گواهی ایشان ثبت می شود و از ایشان بازخواست می شود. و قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون، می گویند اگر خداوند رحمان می خواست ما ایشان را پرستش نمی کردیم، ایشان به این امر علمی ندارند و ایشان جز گزاف نمی گویند. ام آتیناهم کتابا من قبله فهم به مستمسکون، آیا پیش از این به ایشان کتابی داده ایم که به آن چنگ زننده اند دقیقا از آن پیروی می کنند؟ بل قالوا انا وجدنا آباءنا على امه و انا على آثارهم مهتدون، نخیر بلکه می گویند پدران خود را بر طریقه یافتیم و ما نیز بر نقش قدمشان ره یافتیم. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، به همین منوال پیش از تو در هیچ قریه بیمدهندهی را نفرستادیم مگر اینکه مردم خوشگذران و عیاش آن گفتند بیگمان پدران خود را بر طریقه یافتیم و ما یقینا بر نقش قدم ایشان روانیم. قال اولو جئتكم باهدا مما وجدتم علیه آباءكم گفت آیا حتی اگر طریقه بهتر از آنچه پدران خیش را بر آن یافته اید برای شما آورده باشم؟ گفتند بیگمان ما به آنچه شما به ابلاغ آن فرستاده شده اید کافر. فانتقمنا منهم فانظر کیف کان عاقبت المکذبین، لذا از ایشان انتقام گرفتیم، پس بنگر انجام کار تکذیب کنندگان چگونه بود. و اذ قال ابراهیم لابیه و قومه اننی براء مما تعبدون، و به
یاد آورید که ابراهیم به پدر خیش و قوم خیش گفت واقعا من از آنچه شما می پرستید بیزارم. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. مگر آن ذاتی را که مرا آفریده و او یقینا مرا رهیاب می‌سازد. و جعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. و او این دعوت به یکاو پرستی را در میان اولاد خیش سخنی پایا قرار داد تا باشد که ایشان به خدا رجوع کنند. بل متعت هؤلاء و آباءهم حتى جاءهم الحق و رسول مبین. بلکه من ایشان و پدرانشان را بهره‌مند ساختم تا آنکه دین حق و پیامبری که در حقانیت او هیچ شبهی نیست آمد. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر و انا به کافرون. و چون دین حق به ایشان آمد گفتند این جادویی است و بیگمان ما به آن باور نداریم. و قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. و گفتند چرا این قرآن بر شخصیت بزرگی از یکی از این دو شهر نازل نشد؟ اهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. آیا ایشان رحمت پروردگار تو را تقسیم می کنند؟ ما روزیشان را در میانشان در زندگی این دنیا تقسیم کردیم و بعضشان را از نظر درجات بالاتر از بعضی دیگر رفعت بخشیدیم تا بعضشان بعضی دیگر را به حیث تابع و فرمان بردار خود بگیرند و مرحمت پروردگار تو بهتر است از آنچه ایشان می اندوزند. ولولا واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. وأجل چنین نمی بود که مردم به شوق مال و دارایی امت واحد می شدند و به کفر و فساد می شتافتند، بیگمان برای خانه های کسانی که به خدای رحمان کافر می شدند از نقره، سقف ها و زینه هایی که بر آن بالا روند می ساختیم. ولی بیوتهم ابوابا و سررا علیها یتکئون. و برای خانه هایشان دروازه ها و تخت هایی که به آن تکیه می کردند می ساختیم. و زخرفا و این کل ذلك لما متاع الحیات الدنیا والآخرة عند ربك للمتقین. و سامان و آلات زینتی از طلا می ساختیم و این همه چیزها جز متاع زندگی دنیا چیزی دیگری نیست و آخرت در نزد پروردگارت از آن پرهیزگاران است. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. و هر کی از یاد خداوند رحمان روی برتابد با او شیطانی را همراه می سازیم که با وی هم نشین می شود. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. بیگمان اینان ایشان یعنی همنشینان خیش را از راه باز می دارند و این گمراهان چنین می پندارند که ایشان ره یابند. حتی اذا جاءنا قال یا لیت بینی
بينك بعد المشرقين فبئس القرين. تا اینکه چون یکی از ایشان نزد ما بیاید به همنشین بد خود میگوید ای کاش میان من و تو فاصله بین مشرق و مغرب می بود، چه همنشین بدی. ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون. امروز با شما این سخنان نفعی نمی رساند زیرا با خود ستم کردید، اینک در عذاب شریکید. افا انت تسمع الصم او تهدی العمی و من کان فی ضلال مبین. آیا تو می توانی کسی را شنوا بسازی یا کور و آن کسی را که در گمراهی و زهست را یاب گردانی؟ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ. پس اگر تو را ببریم هم از ایشان انتقام گرفتنی هستی. اَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ. و یا اگر چیزی را که در مورد ایشان وعده کردیم به تو نشان دهیم به هر حال بر ایشان توانا می باشی. فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي اُوحِيَ إِلَيْكَ اِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. از این رو به چیزی که به تو وحی کردی محکم چنگ بزن، تو واقعا برای راست می باشی. و انه لذکر لک و لقومک و سوف تسألون. حقا که این قرآن برای تو و قوم تو یاد بود پیامی است و به زودی در زمینه مورد سؤال قرار می گیرید. واسأل من ارسلنا قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. از پیامبرانی که پیش از تو فرستادیم بپرس آیا جز خدای رحمان معبودان دیگری را مقرر داشته ایم که پرستش شوند؟ ولقد ارسلنا موسى بآياتنا الى فرعون وملئه فقال اني رسول رب العالمين. بیگمان موسی را با نشانه های خود به سوی فرعون و کلان شوندگانشان فرستادیم و گفت واقعا من پیامبر پروردگار جهانیانم. فلما جاءهم آیاتنا اذا هم منها یضحکون. چون به ایشان با نشانهای ما آمد به آن استهزا می کردن. و ما نریهم من آیت الا هی اکبر من اختها و اخذناهم بالعذاب لعلهم یرجعون. ما هیچ معجزه را به آنها نشان ندادیم مگر اینکه از معجزه همردیف خود بزرگتر بود و ایشان را به عذاب گرفتار ساختیم تا باشد که برای حق بازگردند. و قالوا یا ایها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك اننا لمهتدون. گفتند ای جادوگر به پروردگار خود نظر و عهدی که با تو کرده برای ما دعا کن، بیگمان ما رهیاب خواهیم شد. فلما کشفنا عنهم العذاب اذا هم ینکثون. چون ما از ایشان عذاب را دور ساختیم بیدرنگ عهد خیش را شکستند. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. فرعون در میان قوم خود ندا داد و گفت ای قوم من آیا پادشاهی مصر از آن من نیست؟ در حالی که این جویبارها از زیر قصر من جریان دارد آیا نمی بینی؟ ام انا خیر من هذا الذي هو مهین ولا یکاد یبین. من
من بهترم از این کسی که خوار و زار است و سخنش با مشکل فهمیده می شود. فلولا القی علیه اسیره من ذهب او جاء معه الملائکه مقترنین. اگر راست می گوید پس چرا دستبندهای از طلا بر او انداخته نشده یا با او فرشتگان صف شده نمی آیند؟ فاستخف قومه فأطاعوه انهم كانوا قوما فاسقین. بدین ترتیب وی قوم خود را چنان به ابلهی کشاند تا او را فرمان برداری کردند. بیگمان ایشان مردم فاسقی بودند. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم اجمعین. پس چون ما را به خشم آوردند از ایشان انتقام گرفتیم و همه ایشان را غرق ساختیم. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. و ایشان را داستانی از پیشینیان و نمونه برای عبرت آیندگان ساختیم. ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومك منه يصدون. و چون عیسی پسر مریم مثال داده شد ناگهان قوم تو از آن هلهله شادمانی سر دادند. وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وگفتند آیا معبودان ما بهترند یا او؟ این مثال را نزدند مگر برای مجادله. آری ایشان مردم خصومت اندودی اند. این هو الا عبد انعمنا علیه و جعلناه مثلا لبنی اسرائیل. او نیست جز بنده‌ای که بر وی نعمت ارزانی کردیم و او را به حیث نمونه برای بنی اسرائیل قرار دادیم. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائکه فی الارض یخلفون. اگر بخواهیم البته به جای شما فرشتگانی را بیافرینیم که در زمین خلافت کنند. و انه لعلم للساعه فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقیم. و عیسی نشانه ایست برای قیامت، پس در مورد قیامت شبهه نداشته باشید بلکه مرا پیروی کنید، این است راه راست. ولا يصدنكم الشيطان انه لكم عدو مبين. و نباید شیطان شما را باز دارد، بیگمان او برای شما دشمنی آشکار است. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون. هنگامی که عیسی با معجزه ها آمد و گفت با سخنان حکمت آموز به نزد شما آمده ام و تا برای شما برخی از آن نکات را که در آن اختلاف دارید روشن سازم، بنابران از خدا بترسید و مرا اطاعت کنید. این الله هو ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم. بیگمان خدا پروردگار من و پروردگار شماست، پس او را بپرستی، این است راه راست. فاختلف الاحزاب من بینهم فویل للذین ظلموا من عذاب یوم الیم. پس گروه ها در میانشان اختلاف ورزیدن، پس وای بر ستمگاران از عذاب روز دردناک. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم
بغتةً وهم لا يشعرون. آیا جز قیامت چیزی دیگری را انتظار می کشند؟ قیامتی را که ناگهان بر ایشان بیاید و در حالی که احساس نکنند؟ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. دوستان در آن روز بعضشان دشمن بعضی دیگرند جز پرهیزگاران. یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون. ای بندگان من، امروز خوفی برای شما نیست و نه هم شما اندوهگین میشید. الذین آمنوا بآیاتنا و کانوا مسلمین. آنهایی که به آیات ما ایمان آوردند و فرمان بردار بودند. ادخلوا الجنة انتم و ازواجكم تحبرون. شما و همسران شما با نهایت اعزاز و اکرام داخل بهشت شدید. یطاف علیهم بصحاف من ذهب و اکواب و فیها ما تشتهیه الانفس و تلذ الاعین و انتم فیها خالدون. دم بدم خوردنی ها و آشامیدنی ها با کاسه ها و صراحی های زرین به ایشان پیش کرده می شود و در آنجا هرچی دل بخواهد و چشم از آن لذت برد مهیاست و شما در آن جاودانه به سر می برید. و تلك الجنة التي اورثتموها بما كنتم تعملون. این است همان بهشتی که شما در برابر اعمال نیک خیش آن را به میراث گرفتید. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. برای شما در آنجا میوه فراوانی است که از آن میخورید. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. بیگمان گناهکاران در عذاب دوزخ جاودانه میمانند. لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. عذاب هرگز از ایشان تخفیف نمییابد و در آنجا در ناامیدی کامل به سر میبرند. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ما به ایشان ستم نکردیم بلکه خودشان ستمگار بودند. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال انكم ماكثون. و فریاد میکنند که ای مالک یعنی خازن دوزخ، باید پروردگار تو بر مرگ ما حکم کند. مالک میگوید نخیر، شما در اینجا همیشه به سر میبرید. لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون. بیگمان به شما دین حق را آوردیم ولیکن بیشتر شما از سخن حق کراهت داشتید. ام ابرمو امرا فإنا مبرمون. آیا بر کار تصمیم قاطعی گرفتم؟ ما نیز در مورد ایشان تصمیم قاطعی گرفتیم. ام یحسبون انا لا نسمع سرهم و نجواهم بلا و رسلنا لديهم یکتبون. یا می پندارند که اسرار و راز و نیازشان را نمی شنویم؟ چنین نیست و فرستادگان ما یعنی فرشتگان نویسنده نامه اعمال با ایشان هند و کردار و گفتارشان را می نویسند. قل این کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. بگو اگر خداوند رحمان فرزندی می داشت من نخستین پرستندگان او می بودم. سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما يصفون. پاک از پروردگار آسمان ها و زمین صاحب عرش
از وصفی که ایشان به او نسبت می کند. فذرهم یخوضوا و یلعبوا حتی یلاقوا یومهم الذی یوعدون. پس ایشان را بگذار به امور بیهوده و بازی مشغول شوند تا به آن روزی که به ایشان وعده شده روبرو شوند. و هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله و هو الحکیم العلیم. اوست که در آسمان ها خداست و در زمین خداست و اوست همان صاحب حکمت و دانا. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. مبارك است ذاتی که پادشاهی آسمانها و زمین و هرچی در میان آنهاست از آن اوست و علم قیامت در نزد اوست و به سوی او بازگردانده می شوید. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وآنانی که با ایشان جز خدا نیایش میکنید مالک شفاعت نیستند مگر برای کسی که به حق گواهی دهد و ایشان میدانند. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون. اگر از ایشان بپرسی آنها را کی آفرید یقینا میگویند خداوند. پس چطور ایشان از عبادت او به کنار زده میشوند؟ وقیله یا رب انها خدا از این گفته او یعنی پیامبر آگاست که ای پروردگار من براستی اینها قومی اند که ایمان نمی آورند. فصفح عنهم و قل سلام فسوف یعلمون. لذا از ایشان روی برتاب و بگو سلام به زودی می دانند. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. حمیم و الکتاب المبین. اینا انزلناه فی لیلت مبارکه اینا کن. و قسم به این کتاب واضح که آن را در شب پربرکت نازل کردیم حقاکی بیمدهنده بوده. فیها یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین. در آن هر کار با حکمت خاص واضح ساخته می شود به حکم از حضور ما. بیگمان این ما بودیم که این کتاب را نازل کردیم. رحمتا من ربک انه هو السمیع العلیم رب السماوات والارض وما بینهما ان کنتم موقنین. رحمت از جانب پروردگارت بیگمان او شنوا و داناست. پروردگار آسمان ها و زمین و هر آنچه میان آنهاست اگر باور دارید. لا اله الا هو یحیی و یمیت ربکم و رب آبائکم الاولین. جز وی هیچ معبودی نیست زنده می گرداند و می میراند پروردگار شما و پروردگار نیاکان شما در نسل های پیشین. بل هم فی شک یلعبون. با این هم ایشان در شکن و با بازی مشغول می باشند. فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس هذا عذاب الیم.
نگاه کن روزی که آسمان دود واضح پدید می آورد که همه مردم را فرا می گیرد. این عذاب دردناک است. ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون. می گویند پروردگارا عذاب را از ما بزدای، بیگمان مؤمن می باشی. انا لهم الذکرا و قد جاءهم رسول مبین ثم تولوا عنه و قالوا معلم مجنون. از کجا ایشان پند پذیر می شوند در حالی که به ایشان به گونه آشکارا پیامبری آمد، سپس از او روی تافتند و گفتند تعلیم داده شده و دیوانه است. اینا کاشف العذاب قلیلا اینکم عائدون. ما در یک دوره محدود عذاب را از شما دفع می کنیم ولی شما به کف خیش باز می گردید. یوم نبطش البطشة الکبرا اینا منتقمون. روزی که با همان گرفتار کردن شدید شما را گرفتار کنیم واقعا ما انتقام گیرنده ایم. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون و جاءهم رسول کریم ان ادو الی عباد الله اینی لکم رسول امین و ان لا تعلو علی الله اینی آتیکم بسلطان مبین. پیش از ایشان نیز قوم فرعون را آزمودیم و به ایشان پیامبر گرامی قدر آمده بود. او می گفت بندگان خداوند را به من تسلیم کنید، بیگمان به شما پیامبر امانت داری هستم و در برابر خدا سرکشی نکنید که من به شما حجت واضح آورده. و اینی عذت بربی و ربکم ان ترجمون. من از این تهدید شما که مرا سنگسار می کنید به پروردگار خود و پروردگار شما پناه آوردم. و این لم تؤمنوا لی فاعتزلون. اگر به من ایمان نمی آورید پس در حد عقل از من کنار گیرید. فدعا ربه ان هؤلاء قوم مجرمون. در این حال به پروردگار خود دعا کرد که اینها یقینا قوم مجرمند. فأسری بعبادی لیلا انکم متبعون. به وی گفتیم که بندگانم را شبانگاه بیرون کن، شما واقعا مورد تعقیب قرار می گیرید. و اترک البحر رهوا انهم جند مغرقون. و دریا را به گونه آرام به حال آن بگذار، بیگمان ایشان لشکر اند اغرق شدنی. کم ترکو من جنات و عیون و زروع و مقام کریم و نعمت کانو فیها فاکهین کذلک و اورثناها قوما آخرین. ای بسا از باغها و چشمه ها که گذشتند و نیز کشتزارها و رهایشگاه های با شکوه و راحت بخش و نعمت هایی که در آن به خوشحالی به سر می بردند این چنین شد، اینها را به مردم دیگر به میراث دادیم. فما بتت علیهم السماء والارض و ما کانوا منظرین. آسمان و زمین بر ایشان گریه نکرد و نه هم به ایشان مهلتی داده شد. ولقد نجینا بنی اسرائیل من العذاب المهین من فرعون انه کان عالیا من المسرفین. بیگمان بنی اسرائیل را از عذاب زلتبار نجات دادیم از فرعون، حقا که او متکبر و از اسرافکاران بود. ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات
بلاء مبین. و ما ایشان را دانسته بر جهانیان برگزیدیم و برای ایشان از نشانه های ارزانی کردیم که در آن آزمایش آشکار بود. این هؤلاء لیقولون این هی الا موتتنا الاولى و ما نحن بمنشرین. بیگمان ایشان یعنی قریش با اصرار میگویند نیست این پدرود زندگی جز مرگ نخستین ما و ما باری دیگر بر انگیختن نمیشه. فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. پس پدران ما را زنده گردانید و بیاورید اگر راست میگویید که واقعا بعد از مرگ دوباره زنده میشه. اهم خیر ام قوم تبع والذین من قبلهم اهلکناهم انهم كانوا مجرمين. آیا ایشان بهتر و نیرومندترند یا قوم تبع؟ ایشان را و نیز کسانی را که پیش از آنها بودند هلاک ساختیم. ایشان واقعا مجرم بودند. و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین. آسمانها زمین و آنچه را در میان آنهاست به بازی نیافریدیم. ما خلقناهما الا بالحق ولكن اكثرهم لا يعلمون. آنها را جز به حق نیافریدیم مگر بیشتر ایشان نمیدانند. ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین. بیگمان روز فیصله حساب اعمال به گونه دست جمعی و عدگاه همه ایشان است. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون. روزی که هیچ دوستی دوست خود را از چیزی بین یا ساخته نمی تواند و نه هم ایشان یاری داده می شوند. الا من رحم الله انه هو العزیز الرحیم. مگر کسی که خدا بر او رحم کند بیگمان او صاحب قدرت منی و بخشاینده است. این شجرت الزقوم طعام الاثیم. بیگمان درخت زقوم خوراک گناهکار است. کالمهل یغلی فی البطون کغلی الحمیم. مانند فلز گداخته که در شکمها می جوشد همانند جوش آب جوشان. خذوه فاعتلوه الى سواء الجحیم. او را بگیرید در میان دوزخ بکشانید. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم. سپس بر سر او از آب جوشان بریزید. ذق انك انت العزيز الكريم. بچش می پنداشتی که بیشک تو صاحب قدرت منی و محترمی. ان هذا ما كنتم به تمترون. واقعا این است همان چیزی که در آن شک داشتید. ان المتقین فی مقام امین فی جنات و عیون. حتی که پرهیزگاران در جای امنی قرار دارند در میان باغها و چشمسارها. یلبسون من سندس و استبرق متقابلین. از پارچه های نازک و ضخیم ابریشمین می پوشند روبروی هم می نشینند یعنی به یک دیگر انس و الفت می وزند. كذلك وزوجناهم بحور عين. وبإن ترتيب ايشان را با حوران بزرگ چشم پیوست می‌گردانیم. يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. در آنجا هر میوه‌ای را با آرامش خاطر فرا می‌خوانند. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى
ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. در آنجا آمازه مرگ را نمی چشد جز همان مرگ نخستین را و ایشان را از عذاب دوزخ نگه داشته است و فضلی از جانب پروردگارت. این است همان پیروزی بزرگ. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. حقا که آن یعنی قرآن مجید را به زبان تو آسان ساخته ایم تا باشد که ایشان پند بگیرد. فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ. پس منتظر باش آنها نیز منتظرند. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. حمیم. تنزیل الكتاب من الله العزیز الحکیم. حمیم. فرو فرستاده شدن این کتاب از جانب خداوند صاحب قدرت منی و با حکمت است. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. بيغمان در آسمانها و زمین نشانهایی است برای مؤمنان. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. و در آفرینش شما و آنچه از جانوران در زمین پراگنده می شود برای باورمندان نشانه هایی است. واختلاف اللیل و النهار و ما انزل الله من السماء من رزق فأحیا به الارض بعد موتها و تصریف الرياح آیات لقوم یعقلون. و نیز در تناوب شب و روز و آنچه خدا از آسمان روزی فرستاده است و با آن زمین را بعد از مردن آن زنده گردانیده و همچنین در حرکت بادها و تحولات آن برای آنانی که صاحب عقل و برداشت صحیح می باشند نشانه هایی است. تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. اینها آیات خداست که آنها را ما بر تو به حق می‌خوانیم. پس آیا بعد از تکذیب خدا و آیات او به کدام سخن ایمان می‌آورند؟ ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. افسوس به حال هر دروغگوی گناهکار آنکه آیات خدا را که برایش خوانده می شود می شنود سپس باز به همان کفر خیش با تکبر اصرار می ورزد گویی که اصلا آن را نشنیده است. پس او را به عذاب دردناکی مژده بده. و اذا علم من آیاتنا شیئا اتخذها هزوا اولئک لهم عذاب مهین. و چون از آیات ما چیزی را بداند آن را به تمسخر می گیرد چنین مردمی برایشان عذاب ذلتباری است. جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. وأز پیشان دوزخ است. ایشان را نه اعمالی که مرتکب شده اند بی نیاز می سازد و نه هم دوستانی که جز خدا برای خود گرفته اند و برای ایشان عذابی بزرگی است. هذا هدى والذین كفروا بآیات ربهم لهم عذاب من رجز الیم. این رهنمایی است
و آنانی که از آیات پروردگار خود انکار ورزیدند و ایشان عذابی از جنس عذابی دردناک است. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. این خداوند است که به شما بحر را فرمان بردار گردانید تا کشتی ها در آن به حکم او حرکت کنند، تا از فضل او بجویید و تا باشد که شما شکر گذار شوید. و سخر لكم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منه این فی ذلك لآیات لقوم یتفکرون. و آنچه را در آسمان ها و در زمین است همگی را از نزد خود برای شما فرمان بردار گردانی، یقینا در این برای آنانی که تفکر می ورزند نشانه هایی است. قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام الله لیجزی قوما بما کانوا یکسبون. برای مسلمانان بگو از آنانی که چشم داشتی از روزهای خدا ندارند درگذرند، تا مردمی را به اساس کرداری که داشتند مجازات کند. من عمل صالحا فلنفسه و من اساء فعلیها ثم الى ربکم ترجعون. کسی که کاری نیک کند برای خود اوست و کسی که بدی کند پس به زیان اوست و سپس به پروردگار خود بازگردانده می شود. ولقد آتینا بنی اسرائیل الكتاب والحکم والنبوت و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی العالمین. بیگمان به بنی اسرائیل کتاب، فرمان روایی و پیامبری دادیم و ایشان از چیزهای پاکیزه روزی دادیم و ایشان را به جهانیان برتری دادیم. و آتیناهم بینات من الامر فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم این بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. و به ایشان نشانه های روشنی از این امر ارزانی کردیم و با هم اختلاف نکردند مگر بعد از آن که به ایشان علم ارزانی شد، آن هم از روی حسادت میان خودشان بود. بیگمان پروردگار تو در روز قیامت در میان ایشان در مورد چیزهایی که در آن اختلاف می‌ورزند فیصله می‌کند. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. سپس تو را به راه راست از امر یعنی دین قرار دادیم، آن را پیروی کن، از هوای نفس کسانی که نمی دانند پیروی منم. اینهم لن من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. ایشان هرگز از تو در برابر خدا دفاع کردن نمی توانند و بیگمان این ستمگاران بعضشان مددگار بعضی دیگرند و خداوند مددگار پرهیزگاران است. این است دلائل روشن و رهنمای و مرحمتی برای مردم باورمند. ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. آیا
کسانی که مرتکب کارهای ناشایسته شدند پنداشتند که ایشان را با کسانی که ایمان آوردند و کارهای نیکو انجام دادند مساوی قرار می‌دهیم، به گونه ای که هم زندگیشان و هم مرگشان مساوی باشد، بعد از چیزی که قضاوت می‌کنند. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. خداوند آسمان ها و زمین را به حق آفرید تا به هر کس مطابق به عملش جزا داده شود و ایشان هرگز مورد ظلم قرار نمی گیرند. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. آیا دیدی کسی را که هوای نفس خیش را خدای خیش گرفته و خداوند با آگاهی از روش بد او را گمراه ساخت و بر گوش او و دل او مهر زد و بر چشم او پرده افکند؟ پس بعد از اینکه خدا کسی را گمراه گرداند، کیست که او را رهیاب سازد؟ آیا پند نمی گیری؟ و قالوا ما هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر و ما لهم بذلك من علم این هم الا یظنون. و گفتند جز زندگانی این دنیای ما چیزی دیگری نیست، می میریم و زنده می شویم و جز زمانه ما را هلاک نمی کند. ایشان در این باره هیچ معلوماتی ندارند، نیستند ایشان مگر اینکه چیزی را به گمان میگویند. و اذا تتلى عليهم آیاتنا بینات ما كان حجتهم الا ان قالوا ائتوا بآبائنا ان کنتم صادقین. چون به ایشان آیه های روشن ما خوانده شود، دلیلشان جز این نیست که بگویند اگر راست میگویید پس پدران ما را بیاورید. قل الله یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الى یوم القیامت لا ریب فیه ولکن اکثر الناس لا یعلمون. بگو خداوند شما را زنده می کند، سپس شما را می میراند، سپس شما را به روز قیامت که در مورد آن شکی نیست گرد می آورد، مگر بیشتر مردم نمی داند. ولله ملک السماوات والارض و یوم تقوم الساعة یوم اذن یخسر المبطلون. پادشاهی آسمان ها و زمین از آن خداست و روزی که قیامت برپا می شود در این روز است که راهیان راه باطل زیانمند می شود. و ترا کل امت جافیه کل امت تدعا الى کتابها اليوم تجزون ما کنتم تعملون. هر گروه را به زانو در آمده می بینی، هر گروه به سوی نامه اعمال خود فرا خوانده می شوند و در آن روز است که طبق کردار خود مجازات می شوند. هذا کتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. این نامه اعمال کتاب ماست که بر شما به حق گواهی می دهد. بیگمان همه چیزهایی را که شما انجام می دادید می نوشتیم. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينَ. به این ترتیب کسانی را که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند پروردگارشان به مرحمت خیش داخل می‌گردانند و این از تومان پیروزی آشکار.
وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ. ولی برای کافران گفته می شود آیا چنین نبود که آیه‌های من به شما خوانده می شد و تکبر می نمودید و مردم گناهکاری بودید؟ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنَّ ظُنُّ إِلَّا ظَنَّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ. وَچُنْ گفته می شد که واقعاً وعده خداوند حق است و در قیامت شکی نیست، می گفتن نمی دانیم قیامت چیست، ما در زمینه گمان میکنیم و یقین نداریم. و بدا لهم سیئات ما عملوا و حاق بهم ما كانوا به یستهزئون. در آن روز است که بدی اعمالشان برایشان روشن میشود و جزای ناخوشایندی چیزی که به آن تمسخر میکردند آنها را فرا میگیرد. و قیل الیوم ننساكم كما نسیتم لقاء یومکم هذا و مأواكم النار و ما لكم من ناصرین. و به ایشان گفته می شود امروز شما را به فراموشی می سپارید، همچنان که شما روبرو شدن با این روز را فراموش داشتید، جای شما آتش است و هیچ مددگاری ندارید. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. این سببی است که نشانه‌های خداوند را به تمسخر گرفتید و زندگانی دنیا شما را فریب داد، از این رو امروز از دوزخ بیرون کردن نمی شود و نه هیچ گونه عذری از ایشان پذیرفته می شود. فلله الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین. پس ستایش تنها از آن خداست، پروردگار آسمان ها، پروردگار زمین و پروردگار همه جهانیان. وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بزرگی و جلال در آسمان ها و زمین از آن اوست و هم اوست صاحب قدرت منی و با حکمت.